سلام دوستان، تو این ویدیو میخواییم راجع به تعویض نمد مضراب سنتور و همینطور انداختن یک نمد جدید روی مضراب صحبت کنیم. در ابتدا خب باید نمد قبلی رو جدا کنیم و این نمد با چسب به مضراب اون چسبیده. راهی که هست اینه که باید این نمد رو در واقع به وسیله ماده حلال چسب مثل استون یا سرکه چسب رو در اون حلال حلش کنیم و بتونیم نمد رو از مضراب رو جدا کنیم. خب برای این کار من پیشنهاد میکنم حتما از این ظرف استفاده کنیم، چون ممکنه استون یا هر حلالی که استفاده میکنیم به میزتون آسیب وارد کنه. برای همین من اینجا از استون استفاده میکنم و اینجا من از گوشپاکن استفاده میکنم، چون که یه راهش همین که در واقع همین استون رو مستقیم روی مضرابتون بریزیم، ولی یه راه دیگه همینه که در واقع فقط گوشپاکن رو خیس کنیم و اون رو به مضرابتون، به نمد مضرابتون بزنیم، کمی نمدار بشه. همین نمدار شدن هم حتی تا حدی کافی هست که در واقع این نمد فعلی رو خیس کنه و اون چسب رو در خودش حل کنه. و کمی باید منتظر بمونیم که این چسب کاملا در حلالتون که حالا استون یا سرکه هست حل بشه. وقتی که حل شد حالا میتونیم در واقع نمد رو از مضرابتون جدا کنیم. فقط موقع جدا کردن نمد باید دقت کنین که مضرابتون نشکنه. نکته خیلی مهم همینه که باید مواظب باشین که مضراب شکسته نشه، چون اگه فشار بیش از حدی به این قسمت ساقه مضراب وارد کنین که خیلی هم حساسه ممکنه بشکنه. برای همین باید این قسمتش رو کاملا مواظب باشین. اینه که حتی من با همین گوشپاکن بدون که فشار بارشم کم کم یه فشار همی وارد کردم این کاملا جداش. اگه نمدتون خیلی به مضرابتون چسبیده باشه میتونین باز بیشتر از استون استفاده کنین و بگذارین یه مدتی بمونه. بعد اینکه نمد جدا شد همون در واقع گوشپاکن یا دستمالی که به استون یا سرکه آغشته شده رو به این قسمت از مضرابتون تماس میدین تا اینکه اون چسب هایی که روی مضرابتون باقی مونده اونا هم کاملا حل بشن. و همونطور که میبینین کاملا تمام چسبی که به مضراب چسبیده بود کاملا جدا شدن، هم مثل روز اولش شد. خب حالا میخوایم راجع به نحوه چسبوندن نمد روی مضراب صحبت کنیم. کاری که اول باید بکنیم که نمدمون آماده کنیم. وقتی که نمد میخریم معمولا از قبل بعضیشون بریده شدن، مثل این نمدی که من تهیه کردم، یا اگه هم بریده نشدن شما میتونیم با قیچی راحت اونا رو در واقع به اندازه مناسب کوتاه کنیم. خب بعضی اوقات هم کامل بریده نشدن، تو این مثال کاملا خط نمد رو مشخص کردن، اما اینجا ما میتونیم اینجا فقط کمی خط گذاشتم و بقیهش رو خودمون میتونیم برشش رو انجام بدیم. سعی کنیم به صورت مساوی برش رو انجام بدیم که دیگه ناهمگونی روی نمدتون نباشه. خب الان برش نمد انجام شد، در ما میخواییم مضرابمون رو نمد کنیم و بهتره که نمداتون هم اندازه باشن. اگه هم اندازه نبودن قسمت پایینش رو میتونیم برش بزنیم، کنار هم میذاریم. قسمتی که فکر میکنیم اضافه است رو برش بزنیم. خب الان من نمدام هم اندازم. مرحله بعدی چسب زدنه.
ولی قبل از اینکه چسب زدن انجام بدیم، اول باید بدونیم که نمد کجای مزرعه‌مون میخواد قرار بگیره. خب روشی که من استفاده میکنم اینه که نمد رو تا انتهای نوک مزرعه در واقع نمیارم، بلکه 1 سانتی فاصله میدم، 1 سانتی پایین‌تر از نوک مزرعه که میبینین، و سعی کنین این نمد رو که به این صورت هنوز چسب نزدین در واقع تا کنین دور مزرعه که اون حالت رو به خودش بگیره. خیلی هم لازم نیست فشار بدین، چون در نهایت اصلا لازم نیست تا بشه. روش های مختلفی وجود داره. بعضی ها تمایل دارن که در واقع نمد کاملا به مزرعهشون بچسبه، و بعضی ها مثل خود من به این صورت نمد میکنن که مزرعه کاملا نمد کاملا آزاد هست. خب درش اینجا لازم نیست خیلی نمد رو به شکل مزرعه در بیاریم، همین حالت عادی کافی. فقط باید بدونیم که نمد قراره کجای مزرعه قرار بگیره، و میتونیم از یه مارکر یا ماژیک استفاده کنیم و این پشت مزرعه رو علامت گذاری کنیم که موقع چسب زدن بدونیم دقیقا کجا رو چسب میزنیم. پس 1 سانتی از نوک مزرعه تا ساقه مزرعه، تا جایی که نمد قرار میگیره که میبینین اول هوش میدونین تا کجاست. پس حالا مرحله چسب زدن. تو مرحله چسب زدن باید دقت کنیم که ما چسب هیچ وقت به خود نمد نمیزنیم، چون که نمد در واقع اگه ابتدا چسب رو به نمد بزنیم، نمد خیس میشه و صدای نهایی که از مزرعه میگیریم صدای زنگدار و ناخوشایند خواهد بود. برای جلوگیری از این قضیه ما چسب رو به خود مزرعه مستقیم میزنیم، کمی صبر بکنیم که چسب مقدار خشک بشه، وقتی که خوش شد نمدمون رو میچسبونیم به مزرعه. گفتم برای اینکه مشخص کنیم نمدمون دقیقا کجا قرار بگیره و از کجا چسب بزنیم، بهتره که از یه ماژیک استفاده کنیم و یه علامت کوچیکی روی مزرعه بذاریم که این به ما کمک میکنه چسب رو کجا بزنیم. خب گفتیم 1 سانتی کلوهوش 1 سانتی از نوک مزرعه فاصله داشته باشه، که میشه کلوهوش اینجا، یه علامت خیلی کوچیک اینجا وارد میکنم بذارم کجا مزرعه قرار میگیره، و همینطور روی ساقه مزرعه که میشه این بخش رو. خیلی هم خوشی که پر رنگ استفاده نکنیم که رنگش بمونه. پس من هول هوش مشخص کردم که چسب رو میخوام کجا بزنم، در نتیجه من راحت تر میدونم که کجا چسب بزنم. این چسب ها معمولا تسمال اگه در دست داشته باشیم بهتره. که لایه نازکی چسب روی مزرعه قرار میده، خیلی هم لازم نیست این چسبمون زیاد باشه. سعی میکنیم که این چسبی که روی مزرعه قرار میدیم یه نواخ باشه. خب وقتی چسب زدیم که میبینیم این مقداری صبر میکنیم که این چسبمون خوش بشه. مواظب باشیم اینو همین به این صورت نگه داریم که در واقع صبر میکنیم که چسب خوش بشه. این نقطه‌ای که راجع به نمد
باید دقت کنیم که بعضی از نمدها دو تا سطح دارن، یه سطح زبط دارن یه سطح نرم. باید دقت کنیم که سطح نرمش سطح بیرونی ما باشه، اون سطحی که به سیم قراره بخوره سطح نرم باشه، و سطح زبطش سطحی باشه که به مضراب میچسبه. وقتی که چسبم خوش شد، رنگش کمی چسب تغییر رنگ میده، که میتونیم اونم یه نشونه دیگه ای که متوجه بشیم که چسبتون خشک شده. خیلی هم نباید چسب صبر کنیم که کامل خیلی خشک بشه که دیگه اصلا نچسبه، باید یه مقدار بهینه ای رو در نظر بگیریم. روش دیگه هم که استفاده میشه اینه که به جای اینکه روی در واقع خود مصراب روی سطح مصراب بزنیم، گاهی شما میتونید کنارهای مصراب یه مقدار چسب کمی بزنیم، و در واقع به همون روشی که اولش نشون دادم اون روی نمدی که از قبل تار شده و تای اصلیش مشخصه قرار بدیم، بعد با یه نخ دور نمد رو میبندیم و صبر میکنیم که چسب خوش بشه، و بعد که چسب خوش شد نخ رو باز میکنیم. اونم روش دیگری حالی هم اون برای حالتیه که بخواییم نمد کاملا به مضرابتون بچسبه، ولی در این حالتی که من میخوام انجام بدم که به این صورت هست، میبینه که نمد به مضراب کامل نچسبیده، نیاز به این کار نیست. و فکر میکنم چسب من تقریبا خوش شده، الان میتونم مضرابم رو به نمد بچسبم. مضراب نمد رو روی سطح صاف میذاریم و سعی کنیم که مضرابتون رو وسط نمد قرار بدین، که وقتی دیگه چسب خورد خیلی مضرابتون رو نخواهید تکونش بدین. همونجایی که علامت زدیم باید پایینه، از همونجایی که علامت زدیم و چسب گذاشتیم رو پایین ترین قسمت نمد بیذارین اول، و سعی میکنیم وسط نمد باشه. کمی خیلی آروم فشار میده این صورت. و سعی کنید که حتما مضرابتون وسط نمد قرار بگیره. مواظب باشین که خیلی هم فشار زیادی وارد نکنیم که باعث شکستگی مضرابتون نشه. نقطه دیگه ای که هست، سعی کنین که نمدتون رو خیلی از سر یا نوک مضراب فاصله ندین، چون موقع سنتور زدن این قسمتی که قسمت بالای نمد ممکنه به سیم ها گیر کنه و اذیت بشه. کمی که فشار دادیم و اینکه نمد چسبیده، دیگه میتونیم این قسمت رو بذاریم این گوشه که خودش کاملا خوش بشه و بچسب. دیگه تقریبا انجام شد، من دیگه باش کاری ندارم، اینو میذارم اینجا. همین روال رو برای مضراب دوم رو هم انجام میدیم. اگه دیدینم چسب کمی به کنارهای مضراب رسیده، میتونیم با یه چوب کبریت با یک یا چاقو قسمت ها رو جدا کنیم. حول و حوش یک ساعت بهش زمان بدین که این کاملا خشک شه، قبل اینکه بخواییم با مضرابتون استفاده کنیم. خلاصه ای بود از نحوه چسبوندن نمد به مضراب و همینطور جدا کردن نمد از مضراب قبلی. امیدوارم این ویدیو مورد
استفاده شما قرار بگیره. و خیلی ممنون که صفحه نوای سنتون رو دنبال میکنین. به امید دیدار. خیلی ممنون. خداحافظ.